بعد از یک هفته شلوغ و پر رقابت، برترین های 21 نمایشگاه مطبوعات معرفی شدند. در بخش دین و اندیشه دو خبرگزاری ایکنا و حوزه، در بخش فرهنگی هنری پایگاه شادشو، در بخش غرفه برتر ماهنامه صفای سخن، در بخش عمومی نشریه چهار فصل، در بخش آموزشی پایگاه خبری وبدا و در بخش سیاسی ماهنامه مهرنامه برتر شدند. از اونجایی که نشریات محیط زیستی خیلی معدود هستند در ایران و فعالیت زیاد ندارن، احساس کردم در نمایشگاه مطبوعات بهترین فضا هست برای اینکه بحث مهمی از محیط زیست رو ما مطرح بکنیم و اونم موضوع بحران آب بود. هیئت داوران همچنین اصفهان امروز را برترین مؤسسه مطبوعاتی، شهروند را برترین روزنامه و خبرگزاری دانشجویان ایران را برترین خبرگزاری نمایشگاه 21 اعلام کرد. ما امسال سعی کردیم که با 8 رویداد متفاوت در نمایشگاه حضور داشته باشیم. این رویدادها شامل رونمایی از عناوین نشریات جدیدمون بود، رونمایی از نرم افزارها، فعالیت‌های جدید در حوزه سایبر، در حوزه مکتوب مجموعه‌مون. جایزه ویژه فرهنگستان هم در بخش سراسری به روزنامه خراسان، در بخش استانی به خراسان شمالی، در بخش نشریات ورزشی به ابرار ورزشی و در بخش پایگاه‌ها به پایگاه خبری انتخاب تعلق گرفت. یکی از ویژگی‌های جلسه امروزمون شناسایی و قدردانی از رسانه‌هایی است که به زبان فارسی به عنوان یک گوهر، یک میراث و یک سرمایه توجه جدی دارد. رئیس فرهنگستان زبان هم که 3 سالی هست پای ثابت این اختتامیه هاست، زبان فارسی را هویت ملی ما ایرانیان دانست و بر لزوم توجه بیشتر مطبوعات به این زبان تأکید کرد. حداد عادل با اشاره به غیبت برخی مطبوعات در این نمایشگاه یک پیشنهاد هم داشت. من خواهشم از جناب آقای انتظامی این است که با این دوستانی که در نمایشگاه شرکت نکردن صحبت بکنن و دلایل اونها رو بشنوند. در نمایشگاه 21 مطبوعات 700 رسانه در قالب 600 غرفه با یکدیگر رقابت داشتند. مطبوعاتی ها یک هفته پرخبر رو با مردم و مسئولان سپری کردند. حالا همه منتظرند ببینند تا نمایشگاه 22 شعار این نمایشگاه، یعنی نقد منصفانه و پاسخ مسئولانه، محقق خواهد شد. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.